فصل هشتم داوری با تأخیر زیرا همه ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است سزا یابد دوم قرنتیان 5 ده اکنون که مشغول نوشتن این کتاب هستم دوران دو هزار ساله پس از قیام خداوند ما نیسای مسیح به تدریج به پایان می رسد. ما در آستانه آغاز آخرین هفته ها،, روز ها و لحظه های پیش از بازیشت خداوند به سر می بریم. ایسا فرمود ما فصل را می دانیم اما از روز و ساعت آگاهی نداریم. بله ما در این فصل زندگی می کنیم. باران پاییزی و بهاری. کتاب‌های نبوتی کتاب مقدس پیشگویی کردند که چگونه خدا از راهی پرشکوه جلال خود را در دوران آغازین تشکیل کلیسا و همچنین در پایان دوران کلیسا بر زمین بر همگان آشکار می‌کند. یعقوب به انسان توصیف می کند پس ای برادران تا آمدن خداوند صبر پیشه کنید بنگرید که چگونه دهقان انتظار میکشد تا زمین محصول پر ارزش خود را به بار آورد. چگونه صبر می کند تا بارانهای پاییزی و بهاری بر زمین ببارد. یعقوب پنج هفت توجه کنید که یعقوب به هر دو باران یعنی باران پاییزی و باران بهاری اشاره می کند. در اسرائیل باران پاییزی در ابتدای فصل کاش میبارید و زمین را نمدار میکرد. زمینی که نرم و نمدار شده بود میتوانست دانه را در خود جای دهد. به طوری که آن دانه قادر بود ریشه استوار در خاک بدواند. باران بهاری درست پیش از فصل برداشت میبارید و بیشتر از آن قدردانی میشد زیرا که محصولات را رونق میبخشید و آنها را به عمل میآورد. یعقوب باران فیزیکی را به عنوان تشبیهی برای بیان باریدن جلال خدا استفاده کرد. باران پاییزی در روز پنتیکاس بارید. پتروس به نیلسان تصدیق کرد بلکه این همان است که یوئیل نبی در بارش چنین پیشگویی کرده بود. خدا می‌فرماید در روزهای آخر از روح خود بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. جوانانتان رویاها خواهند دید و پیرانتان خوابها و نیز در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزانم از روح خود فرو خواهم ریخت و آنان نبوت خواهند کرد بالا در آسمان عجایب و پایین بر زمین آیاتی از خون و آتش و بخار به ظهور خواهم آورد پیش از فرا رسیدن روز عظیم و پرشکوه خداوند خوشید به تاریکی و ماه به خون بدل خواهد شد. اعمال رسولان دو تا بیست پتروس از مستر فرو ریختن استفاده کرد. این مستر ما را به یاد واجه های رگبار باران می اندازد. پتروس می از مستر پایین فرستادن یا نازل کردن استفاده کند. اما او مستر فرو ریختن را به کار می برد که مستر مناسبی برای بیان ریزش رگبار باران روح خداوند است. چه شخصیتی بهتر از پتروس برای توصیف تجربه ریزش جلال خدا در روز پنتیکاست وجود دارد؟ اما این توصیف تنها به اتفاقی که او تجربه کرد محدود نمی شود. بلکه توصیفی نیز از ریزش باران روح خدا در ایام پیش از فرارسیدن روز عظیم و شگفتانگیز خداوند است. روز عظیم و شگفتانگیز خداوند نه به دورانی که پتروس در آن زندگی می کرد بلکه به بازگشت ثانوی مسیح اشاره می کند. رولقدس کاری را که بارها به انجام رسانیده بود این بار از طریق پتروس عملی کرد و زبان او به واسطه آیه های نبوتی کلام دو زمان منحصر به فرد را به هم ارتباط داد بله ریزشی پر جلال از روح خدا در روز پنتیکاست آغاز شد که یعقوب آن را باران پاییزی خواند جلال خدا هر جایی که او و شاگردانش را با انجیل میفرستاد آشکار میشد و هیچ نقطه شناخته شده روی زمین نبود که تحت تاثیر قرار نگرفته باشد. آن ریزش پرجلال سیر افسایشی نداشت و دلیل آن کاهش عشق انسانها به خدا و امیال خودخواهانه ایشان بود و همچنین برخی خود را آنقدر اسیر مراسم و های مذهبی کرده بودند که هدف از آفرینش ما که همانا راه رفتن با خداست را در زندگیشان کمرنگ و مبهم ساخته بود. دوره خودخواهی حتی در مقام رهبری برای بررسی کاهش و افزایش حضور و جلال خدا در قلبهای انسانها می‌توانیم دوره‌های دوره های زمانی بین رهبری موسا و داوود پادشاه را مورد مقایسه قرار دهیم. در زمان موسا فرزندان اسرائیل در زیر جلال آشکار خدا سالها در بیابان به سر بردند. بی حرمتی داوری شد و در بیابان به کام مرگ فرو رفتند. اما نسل جوانتر از خدا می و او را با تمامی دل خیش پیروی می کردند. ایشان تصرف و رسیدن به سرزمین معود را با رهبری یوشه ادامه دادند. و تمامی آن طبقه نیز به پدران خود پیوستند و بعد از ایشان طبقه دیگر برخواستند که خداوند و اعمالی را که برای اسرائیل کرده بود ندانستند. داوران دو ده نااطاعتی نسل جوان ایشان را به دوران سختی و بردگی برگرداند. هر چند وقت یک بار خداوند مرد یا زنی را به عنوان داور برمیگزید تا ایشان را هدایت کند. خدا به واسطه این داوران قوم خود را احیا می کرد و به ایشان قوتی تازه می بخشید. روی هم رفته با وجود چنین رهبران قدرتمندی شرایط کلی قوم اسرائیل بدتر و بدتر می شد. قوم به داوران پاسخگو بودند نه به خدا. و واقع می شد چون داور وفات یافت که ایشان برمیگشتند و از پدران خود بیشتر فتنه‌انگیز شده خدایان غیر را پیروی می کردند. داوران دو نوزده با گذر هر نسل قلب های قوم برگزیده خدا سرتر و سرتر می شد تا جایی که به بدترین حالت خود رسید. می توان از دوران داوری ایلی به عنوان نمونه از شرایط بد قوم اسرائیل نام برد. پس از اینکه ایلی چهل سال بر ایشان حکرانی کرد چشمانش تار گشته و همچنین قلب وی آری از احساس گردید. در دوران حکومت ایلی پسران وی هفنی و فنیهاس بر او تخطی کردند. این خانواده از رهبران در نظر خدا بسیار ناخوشایند آمدند تا جایی که او اعلام کرد بنابراین برای خاندان ایلی قسم خوردم که گناه خاندان ایلی به قربانی و هدیه تا به ابد کفار نخواهد شد اول سمویل 3.14 چنین رهبری ناخوشایندی بود که سبب شد قوم به بدترین و پسترین حالت خود وارد شود در گذشته اینگامی که قوم گمراه می شدند رهبران ایشان را به راه درست هدایت می کردن. اما این بار رهبران بودند که با سوء استفاده از مقام و قدرت خود ایشان را به انحراف می کشندند. پسران ایلی با زنانی که نزد در خیمه اجتماع خدمت می کردند، زنا می کردند. آنها نه تنها از لحاظ جنسی منحرف بودند، بلکه از مقام رهبری خود سوء استفاده کرده و زنانی را که برای پناه بردن به خداوند بانجا با می آمدند، مجبور به زنا می کردند. آنها از قدرت و مقامی که خدا به ایشان بخشیده بود تا قومش را خدمت کنند سو استفاده کرده و از آن به عنوان وسیلهی، برای رسیدن به خواهش های خیش استفاده می نمودند. عمال ایشان به قایت خداوند را محسوم کرد. ایلی از انحراف اخلاقی و آزمندی فرزندان خیش آگاهی داشت، لیکن او ایشان را از گناهانشان باز نداشت و حتی مقام رهبری را از آنها بازپس نگرفت. دومین تخطی ایشان در مورد هدایا و آنها بود، به طوری که آنها با اقتداری که خدا به ایشان بخشیده بود با تهدید و دقلکاری از قوم هدایا می گرفتند و با این کار طمع خود را ارزان نموده خود را فربه می ساختند. داوری با تأخیر و حال می خواهیم گناهان پسر ایلی را با گناهان پسران هارون ناداب و ابیهو مقایسه کنیم. بسیار سخت است که از مطرح کردن این سوال اجتناب کنیم چرا فرزندان ایلی مانند فرزندان هارون بی درنگ محکوم به مرگ نشدند گناهان ایشان آشکارا به خدا و قوم او بود و به قربانی ها بی می پس چرا آنها در هیکل خدا به طور مشابه بی درنگ به مرگ محکوم نشدند می توانیم پاسخ سوال خود را در این آیه بیابیم ان پسر سموئیل به حضور ایلی خداوند را خدمت مینمود و در آن روزها کلام خداوند نادر بود و رویا مکشوف نمی نمیشد. و در آن زمان واقع شد که چون ایلی در جایش خوابیده بود و چشمانش آغاز تار شدن نموده نمی توانستید و چراغ خدا هنوز خاموش نشده. و سموئیل در هیکل خداوند جایی که تابوت خدا بود می خوابید. اول سموئیل سه یک تا سه به نکات زیر توجه کنید. کلام خدا نادر بود. به این معناس که در آن زمان خداوند چنان که با موسا سخن می گفت، با ایشان صحبت نمی کرد. رویا مکشوف نمی شد. مکاشفه در حضور خداوند یافت می شود. و به دلیل کمبود و حضور خدا ایشان آگاهی اندکی از راه های خداوند داشتند. و چشمانش آغاز تار شدن نمود یعنی نمی توانستید. در تصنیه سی و چار هفت می خانیم و موسا چون وفات یافت صد و سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود چشمان موسا هرگز تار نشد و جسم او نیز قوتش را دست نداد زیرا که او در جلال خدا راه می رفت و چراغ خدا هنوز خاموش نشده بود. آن چراغ به دلیل کمبود روغن رو به خاموشی می رفت. جلال حضور خدا به قدری کم شده بود که حضور او همچون نور کمی بود که سوسو می کرد. در مورد پسران هارون جلال خدا با قدرت بسیاری آشکار شد و آتش از جانب خداوند آمد و ایشان را بلعید و در حضور خدا مردند. حضور و جلال خدا بسیار قدرتمند بود. اما پسران ایدی در ظلمت یک رهبری کورکورانه و همچنین در سایه تار چراغی که در حال خاموش شدن بود پنهان شده بودند. چراغ خدا رو به خاموشی می رفت و تنها نشانه کوچک از حضور خدا به جای مانده بود. جلال او قبلا آنجا را ترک کرده بود. داوری فوری خدا تنها در جایی انجام می شود که حضور او باشد. بنابراین قضاوت ایشان با تأخیر انجام شد. جلال از این تر داوری بیوقفه این حقیقت باید در قلب ما جای بگیرد. بر اساس گفته های پیشین این حقیقت بیشتر آشکار می شود. جلال آشکار و عظیمتر خدا موجب داوری بیوقفه اوست. هرگاه گناه وارد حضور جلال خدا می شود واکنش سریع در برابر آن وجود دارد. گناه و کسی که مرتکب آن می شود کاملا نابود خواهند شد. هرچه که شدت نور زیادتر باشد شانس کمتری برای باقی ماندن تاریکی وجود دارد. تصور کنید که در یک تالار سخنرانی بزرگ هستید که هیچ پنجره ای ندارد و نور به طور طبیعی نمیتواند به آن راه یابد. تاریکی بر آن حکم میراند و شما حتی دست خود را در مقابل دیدگانتان نمی سپس کبریتی روشن می کند. نوری کمی سوسو می کند. ولی بسیار محدود است. بخش بزرگی از تاریکی بدون اینکه تحت تاثیر قرار گیرد باقی میماند. سپس یک لامپ شصفاتی را رو روشن می کنید. میزان نور افزایش می اما هنوز تاریکی و سایه ها قسمت اعظمی از تالار را فرا گرفته است. در انتها تصور کنید که می توانستی چراغی به پر نوری خورشید در این تالار بزرگ قرار دهید. می توانید حس بزنید که چه اتفاقی می افتاد؟ بله، تمام ذرات تاریکی منهدم می شد و نور در میان تمام شکاف ها، ها و سایه های پیشین نفوذ می کرد. بنابراین هرگاه حضور پر جلال خدا نادر یا محدود باشد، تاریکی وجود دارد و داوری با تأخیر می آید. اما هرگاه نور پر جلال خدا افسایش حکم نیز سریعتر اجرا می‌شود پولس چنین توضیح می‌دهد گناهان برخی آشکار است و پیشا پیش آنها به کام داوری می‌شتابد اما گناهان برخی دیگر از پی آنها می‌آید اول تیموتائوس 5 چهار گناه حنانیا و سفیره که از روی بیحرمتی بود به وسیله نور پرقدرت جلال خدا برملا شد و داوری بیوقفه را دریافت نمود این موضوع توضیحی است در مورد اشخاصی که به وفور گناه میورزند و سریع داوری نمیشوند داوری با تأخیر در انتظار ایشان است آنها همچون فرزندان ایلی هستند که کورکورانه به گناه کردن ادامه می و نمی که داوری خواهند شد. میگویند هیچ اتفاقی رخ نمیدهد آنها با خیال آسوده فکر میکنند کنند بایستی خدا گناهان ما را بخشوده باشد او خطایای ما را نادیده انگاشته. چنین افرادی با درکی نادرست از فیض خدا روبرو شدند یعنی داوری با وقفه خدا را با چشم پوشی از گناهان اشتباه گرفتند. ما که در اواخر صده بیستم زندگی می کنیم، شاهد افسایش بی حد و حصر و غیر قابل کنترل گناه در کلیسا هستیم. نه تنها در میان اعضای کلیسا، بلکه حتی در میان رهبران. در طول سفرهای من در این ده سال گذشته، به ندرت پیش آمده که حدوداً هر سه هفته یک بار خبری در رابطه با انجام یک گناه جنسی توسط یک عضو یا رهبر به گوشم نرسیده باشد. و همیشه آنها این گناه را با زنان کلیسای خودشان انجام دادند. همچنین قلب من بارها به خاطر سوء استفاده و فریبکاری در هدیه گرفتن و هدیه دادن شکسته شده. خیلی وقتها افرادی مانند هنانیا و سفیره در مورد هدایا دروغ میگویند و حتی گاهی رهبران نیز بودجه کلیسا را اختلاس نموده یا حیف و میل میکنند. همچنین دو حسابدار از دو ایالت مختلف که در کلیسا مسئول حسابداری مالی بودند برای من و همسرم درد دل کردند و در مورد طمع و فریبکاری کشیش جان برای من سخن گفتند یکی از آنها می گفت اگر یک بار دیگر کشیشی وارد دفتر کار من بشود و بخواهد راهی برای زیر بار مالیات نرفتن یا بیشتر پول جمع کردن پیدا کند بیدرنگ کار خود را رها خواهم کرد. ما دریافته ایم که هدایا به جای اینکه مشکلات مردم را برطرف کند انگیزه ای برای تمورزیدن شده است پولس میگوید نه اینکه در پی دریافت هدیه باشم بلکه در پی بهره هستم که بر حساب شما افسوده شود فیلیپیان 4 من کاملا برعکس این موضوع را شنیدم که رهبران کلیساها این گناه را نادیده انگاشتند و به دنبال راههایی هستند تا بتوانند از قوم خدا پول بیشتری بگیرند همچنین بارها نامه هایی را دیدم که با همکاری مشاوران حقوقی نوشته شدند و در آنها حقایق به منظور تأمین بودجه تحریف گردیدند. برخی از این مشاوران در نوشتن این نامه ها از جملات چاپلوسانه استفاده می کنند و برای پاسخ گفتن به هر سوالی به دقت برنامه ریزی می کنند. رهبران دروغین که در روزهای آخر سر کار میایند حشدار می هشدار می او می ایشان از تمه با توسل به سخنان فریبنده از شما بهره کشی خواهند کرد. اما محکومیتشان که از دیرباز باز رقم خورده بیکار ننشسته و نابودیشان نخابیده است. دوم پتروس دو سه اگر چنین اعمالی در زمان رسولان انجام می رسید با داوری بی و قطعی مواجه می شد. اما امروزه داوری به تخیر افتاده چرا که چراغ خداوند کم نور شده است. لیکن ریزش نهایی جلال خدا در راه است و هنوز به انجام نرسیده سلیمان به زاری گفت و همچنین دیدم که شریران دفع شدند و آمدند و از مکان مقدس رفتند و در شهری که در آن چنین عمل نمودند فراموش شدند این نیز به است جامعه هشت ده او میگوید که این افراد شرور به طور مرتب به مکان مقدس یعنی کلیسا می رفتند و به نظر قوم نیز نیکو می آمدند. چنین به نظر می رسد که آنها با اعمال خود خدا را مورد استهزا قرار می دادند و بدون اینکه داوری و مجازات شود از دنیا می رفتند و دلیل این امر داوری با تأخیر بود. سلیمان ادامه می دهد چون که فتوا بر عمل بد به زودی مجرا نمی شود از این جهت دل بنی آدم در اندرون ایشان برای بد کرداری جازم می شود اگرچه گناهکار صد مرتبه شرارت ورزد و عمر دراز کند محازا می دانم برای آنانی که از خدا بترسند و به حضور وی خائف باشند سعادتمندی خواهد بود اما برای شریر سعادتی نخواهد بود و مثل سایه عمر دراز نخواهد کرد چون که از خدا نمی ترسد. جامعه هشت یازده تا سیزده چرا برای شریران سعادتمندی نخواهد بود؟ به این دلیل که داوری به تخییر افتاده ولی لغ نشده است در این آیه ها از پیش به ما هشدار داده شده برادران از یکدیگر شکایت نکنی تا بر شما نیز داوری نشود زیرا داور بر در ایستاده است یعقوب 5:9 و همچنین زیرا همه ما باید در مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که در ایام سکونت در بدن خود کرده است سزا یابد دوم قرنتیان 5 ده و نیز زیرا او را می شناسیم که فرموده است انتقام از آن من است من هستم که سزا خواهم داد و نیز خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد آری افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است ابرانیان ده سی تا سی و یک. این هشدارها برای ایمانداران نوشته شدند نه برای مردم گناه آلود دنیا پسران ایلی با وجود اینکه گناه میکردند احساس امنیت داشتند شاید این مقام و کار آنها بود که گمراهشان کرد شاید آنها خیشتن را بر اساس معیارهای خود قضاوت میکردند دلیل آن هرچه که باشد پسران ایلی فریب خوردند زیرا که باور کرده بودند تأخیر داوری خدا به معنای عدم وجود آن می باشد. این فساد اخلاقی در رهبری، فساد قوم اسرائیل و همچنین شرایط روحانی رو به زوال ایشان را تشدید می کرد. فیض تحریف شده پولس پیشگویی های بسیار سریحی دارد که شرایط بشر را در زمانی که ما در آن به سر می بریم به خوبی بیان می کند. او می نویسد اما آگاه باش که در روزهای آخر زمانهای سخت پیش خواهد آمد مردمان خودپرست، پول دوست، زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدین، ناسپاس، ناپاک، بی آتفه، بی گذشت، قیبتگو، بی بند وحشی، دشمن نیکویی، خیانتکار، عجول، و خود پسند خواهند بود لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت دوم تیموتائوس سه یک تا چهار غمانگیزترین حقیقت این است که پولس در ادامه جامعه را توصیف نمی کند بلکه کلیسا را و هرچند صورت ظاهر دینداری را دارند منکر قدرت آن خواهند بود از چنین کسان دوری گزین دوم تیموتائوس 3:5 آنها به طور مرتب در کلیسا حضور مییابند کلام خدا را میشنوند اما را که آنها را پارسا میسازد رد میکنند آن قدرت که میتواند ایشان را پاک دامن سازد چیست پاسخ آن بسیار ساده است همان فیض خدا که به آن میبالند در 20 تا سی سال گذشته فیضی که در بسیاری از کلیساها در مورد آن تعلیم داده شده و مورد باور قرار گرفته فیض حقیقی نیست بلکه فیضی تحریف شده است این نتیجه تاکید بیش از حد بر نیکوی خدا و نادید انگاشتن ترس خداست هنگامی که تعادلی بین آموزه محبت خدا و درک ترس خدا وجود نداشته باشد پیامد آن لغزش است علاوه اگر ترس خدا نیز با محبت خدا هم تراز نشود نتیجه مشابه خواهیم داشت و همین دلیل است که ما تشویق و ترغیب شده ایم تا مهربانی و سختگیری خدا را در نظر داشته باشیم رومیان 11.22 وجود هر دو لازم است و هر یک ما را به نابرابری و بی ثباتی می کشاند. از مکالمات گوناگونی که داشتم و همچنین از واعظان شنیدم که ایمانداران و رهبران اطاعتی از خدا را با تکیه بر محبت و فیض او که گناهان را میپوشاند توجیه می کنند. فیض سزاواری می میپوشاند می پوشاند، اما نه به آن شکلی که ما تعلیم یافته ایم. فیض توجیه و چش پوشی نیست، بلکه قدرت دادن و اقتدار بخشیدن است. عدم تعادل میان درک محبت خدا و ترس او به تدریج بر زندگی ما تأثیر می گذارد و باعث می شود هرگاه در سختی هستیم یا شرایط به نفع ما نیست خود را آزاد احساس کنیم که می توانیم کنیم. حتی انگامی که گناه می کنیم به خود دلگرمی می دهیم و وجدان خود را با بی خود تسکین می دهیم و اینگونه می پنداریم که فیض خدا ما را میپوشاند زیرا که او ما را دوست دارد و درک می کند زندگی چقدر می تواند دشوار باشد. او خوشبختی ما را می خواهد پس بها دادن دیگر اهمیتی ندارد. مگه نه؟ ها. ممکن است ما این طرز فکر را نداشته باشیم اما هنوز این نگرش اشتباه موجود باشد و وجود آن را بله وجود آن را میتوان از روی ثمراتی که به بار آورده آشکارا اثبات کرد همانطور که پولس نیز آنها را به دقت پیشگویی کرده است اگر چه فیض میپوشاند اما تنها یک سرپوش گذاری نیست بلکه خیلی فراتر از آن است فیض ما را قادر میسازد و صلاحیت میبخشد تا با اقتداری که از خدا میابیم در قدوسیت و اطاعت زندگی کنیم نویسنده رساله ابرانیان ما را تشویق می کند تا پس چون پادشاهی را میابیم که و ناپذیر است بیایید شک گذار باشیم و خدا را با ترس و حیبت عبادتی پسندیده نماییم ابرانیان دوازده در اینجا تعریف فیض سرپوش گذاری نیست مانند کلاهگیسی که به این منظور استفاده می شود تا هر چیز را که در زیرش دارد پنهان کند بلکه فیض قدرتی است که ما را قادر می سازد تا خدا را با ترس و احترام به شکل شایسته ای خدمت کنیم این اساس قدرتی است که پشتیبان یک زندگی در اطاعت می باشد و این گواه و اعتبار نجات ماست درباره این موضوع بحث های فراوانی وجود دارد اما کتاب مقدس می زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد افسوسیان دو بله این حقیقت محض است برای ما که گناه می کردیم و از عدالت و جلال خدا دور بودیم محال است که بتوانیم با قدرت خیش به گونه زندگی کنیم که در خور میراس پادشاهی خدا باشیم. هیچیک از ما قادر نخواهیم بود در حضور خداوند بیستیم و ادعا کنیم که خدمات ما، اعمال خیرخواهانه ما و یا نیک زیستن ما را استحقاق این بخشیده است که در پادشاهی خدا ساکن باشیم. همه ما خطا کرده ایم و سزاوار سوختن ابدی در دریاچه آتش هستیم. راه حل خدا برای ضعف ما هدیه کردن نجات به واسطه هدیه فیض اوست هدیه که به دست آوردنی نیست بسیاری افراد این موضوع را در کلیسا درک می کنند ما در تاکید بر این موضوع کوتاهی کرده ایم که نه تنها فیض ما را نجات می دهد بلکه ما را قادر می سازد تا شیوه زندگی خود را به کلی دگرگون کنیم کلام خدا به ما تاکید می کند پس ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است. کسی خواهد گفت تو ایمان داری و من اعمال دارم. ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. یعقوب دو تا هجده. یعقوب گفته های پولس را تکسیب نمی کند. بلکه پیغام پولس را شفافتر می سازد و این موضوع را بیان می کند که فردی که فیض خدا را دریافت کرده قادر است در اطاعت خدا زندگی کند. فیض فقط انسان را خواستار اطاعت با احترام از خدا نمی کند بلکه به او قدرت می دهد تا به آن عمل کند. شخصی که مدام از کلام خدا ناعتاعتی می کند، شخصی است که ایمان خود را از دست داده و یا ایمان هرگز در او به وجود نیامده است. یعقوب ادامه میدهد پس می بینید با اعمال است که پارسایی انسان ثابت می شود، نه با ایمان تنها. یعقوب دو بیست و چهار یعقوب در ابتدا از بیان زندگی ابراهیم پدر ایمان به عنوان مثال استفاده می کند. مگر اعمال جد ما ابراهیم نبود که پارسای او را ثابت کرد. آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود. یعقوب دو بیست و یک. اعمال ابراهیم بر ایمان وی شهادت داد. اعمال او ثابت کرد که ایمانش کامل شده. و نوشته تحقق یافت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد یعقوب دو بیست و سه. در زبان انگلیسی کلمه بلیف یا اعتقاد داشتن به معنای یک اعتراف روحانی به وجود یک چیز است بیشتر افراد یک جامعه با گناه خود دعا می کنند و از لحاظ روحانی مشکل دارند و این دعاها در مسیر ناعتاعتی است. ایشان برای خودشان زندگی می کنند و تنها به طور عاطفی به نجات ایمان دارند که کاملا توهی از قدرتی است که می تواند ایشان را تبدیل کند. بله، آنها به خدا ایمان دارند ولی کتاب مقدس می فرماید تو ایمان داری که خدا است؟ نیکو می کنی. حتی دیوها نیز این گونه ایمان دارند و از ترس به خود میلرزند. لرزند. یعقوب 2.19 انگامی که هیچ تغییری در قلب و اعمال شخص به وجود نیامده، چاره درمان این درد چیست؟ چگونه می توان به مسیح اعتقادی حقیقی داشت؟ کتاب مقدس معنای کاملا متفاوتی را برای واژه بیلیف بیان می کند. این معنا خیلی فراتر از اعتقاد به وجود عیسی مسیح است و به معنای اعتقادی همراه با اطاعت از کلام و اراده او می باشد. ابرانیان 5 چنین توضیح می دهد و چون کامل شد همه آنان را که از او اطاعت می کنند منشأ نجات ابدی گشت. اعتقاد داشتن اطاعت کردن است و اطاعت کردن اعتقاد داشتن. گواه ایمان ابراهیم اطاعتی بود که با ایمانش هم داشت. او پسر محبوب خیش را به خدا پیشکش کرد. هیچ چیز حتی پسرش به اندازه اطاعت از خدا برای او اهمیت نداشت. این ایمان راستین است. به همین دلیل است که ابراهیم این افتخار را یافت تا پدر ایمان نامیده شود. رومیان چهار شونزده آیا امروز ما چنین ایمانی را در کلیسایمان مشاهده می چگونه تا این اندازه فریب خورده ایم؟ خدا شبیه ماست. تنها ایلی و پسرانش قوم اسرائیل را فریب ندادند، بلکه خود ایشان نیز فریب خوردند. آنها اعتقاد داشتند که خدا از ناعتاعتی ایشان چشپوشی خواهد کرد. آنها با خیالی آسوده تصور می کردن که روی هم رفته خدا آنها را دوست دارد. آنها بر اساس چیزهایی که میدانستند و میدیدند تصویر خدا را در ذهن خود ترسیم کرده بودند. پولس با تشریع افرادی که در زمانهای آخر قدرت این را ندارند که زندگی مقدسی داشته باشند چنین ادامه میدهد. اما شرارت پیشگان و شیادان در بدی پیش خواهند رفت فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد دوم تیموتائوس 3.13 بینش نبوتی او امروز کاملا تصدیق می‌گردد خدا به افراد شرور و ایمانداران دروغین کلیسا چنین میگوید و اما به شریر خدا میگوید تو را چه کار است که فرایز مرا بیان میکنی و عهد مرا به زبان خود می آوری؟ چگونه تو از تعدیب نفرت داشته ای و کلام مرا پشت سر خود انداخته ای؟ چون دوز را دیدی و او را پسند کردی نصیب تو با زناکاران است. دهان خود را به شرارت گشوده ای و زبانت هیله را اخترا می کند. نشسته ای تا به ضد برادر خود سخنرانی و درباره پسر مادر خیش غیبت گویی؟ مزمور پنجاه شانزده تا بیست خدا میپرسد چرا تو کلام مرا موعظه می کنی در حالی که از من نمیترسی و مرا اطاعت نمی کنی چرا دیگران و خود را فریب می دهی و خدا به او میفرماید این را کردی و من سکوت نمودم پس گمان بردی که من مثل تو هستم لیکن تو را توبی خواهم کرد و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد مزمور پنجاه آیه 21 خدا می گوید من سکوت نمودم داوری به تأخیر افتاد اما لغو نشد به این دلیل که خدا می گوید تو را توبی خواهم کرد و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد به خاطر داشته باشید که نظم الهی مقدم بر جلال آشکار شده خداست. به محض آشکار شدن جلال خدا هر ناعتاعتی با داوری فوری روبرو می شود تا تزمینی برای حفاظت از نظم الهی باشد. خداوند به افرادی که داوری آنها به تأخیر افتاده می فرماید لیکن تو را توبی خواهم کرد و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. این وجدان خاموش آنهاست که سبب می شود ایشان در مقابل خدا رفتاری ناشایست و از روی ناعتاعتی داشته باشند. آنها اعتقاد دارند که روی هم رفته خدا ایشان را دوست دارد. آنها در مقام انسان فانی به جلال خدا می نگرند. آن را در همین حد خلاصه می کنند. قوم خدا کلام رحمت او را می شنوند. ممکن است بگویی کلام رحمت. من فکر می کردم که شما درباره داوری سخن می گویید. خیر در کتاب مقدس و در تمام معزه های نبوتی خدا در نظر دارد که به ما هشدار دهد و ما را از آن داوری نهایی برهاند بنابراین کلام او کلام رحمت است خدا یک بازمانده دارد پولس به واسطه روح خدا دید که چگونه جلال خدا دوباره کمسو می شود و به کمترین حد خود می رسد. روزهای آخر قبل از دومین ریزش پرجلال روح خدا شرایط روحانی سختی حاکم می باشد. هم رهبران کلیسا و هم اعضای آن از وجود فساد رنج می برند. پولس با اظهار تعصب پیشگویی می کند. زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد. بلکه به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچرا که گوشهایشان طالب شنیدن آن است از آنان بشنوند دوم تیموتائوس چهار سه بیان این موضوع بسیار ناراحت کننده است لیکن ما در آن روزها به سر میبریم به نظر می رسد تعداد بسیاری از شبانان و رهبران کلیسا می خواهند جماعت را جذب کنند و ایشان را راضی نگاه دارند. آنها می ترسند که حقیقت را با دلیری موعظه کنند. ایشان نگران هستند که مبادا هرچه به سختی رسیدند پنبه شود. بنابراین آنها به مردم چیزهایی را می گویند که گوشهایشان طالب شنیدن آنهاست و همچنین از روبرو شدن با حقیقت شانه خالی می کنند. نتایج این امر بسیار ویران کننده است. گناهکارانی که در همایش های ما شرکت می کنند به گناهکار بودن خود عالم نمی گردند و هیچ آگاهی نسبت به حقیقت الهی و علالت او پیدا نمی کنند. بسیاری از این افراد سرگشته تصور می کنند که نجات یافتند در حالی که اینگونه نیست. همچنین برخی از خادمان این موضوع را دنبال می کنند که مورد پسند انسان باشند و پاداش خود را نیز از انسانها دریافت می کنند. در این زمان است که ایمانداران حقیقی فریاد برمیآورند و از ایشان میپرسند آیا خدا در زندگی شما هست؟ بدتر از همه این موارد هنگامی که جامعه ما تاریکی می شود به کلیسا با دیده تحقیر می نگرد. و واقعا کلیسا قادر نیست تا به جامعه کمک کند زیرا به سبب کمبود ترس خدا بیمار و فاسد گشته است پاسخ خدا به این مشکل چیست پاسخ را می توان در واژه بازمانده یافت همانطور که خدا بازماندگانی را یافت که از او میترسیدند و ایشان را با باران جلال خیش پر ساخت در روزهای آخر نیز او بازماندگانی از ایمانداران را دارد که به باسته باران آخر ایشان را پر سازد و جلال خیش را آشکار نماید. تعداد اعضای این گروه اهمیتی ندارد. این ایمانداران خدا را عاشقانه دوست دارند و از او اطاعت می کنند و از جان خیش برای او می امروزه امروز روی زمین، شبانان، رهبران و ایماندارانی هستند که مشتاقانه طالب ریزش پرشکوه جلال خدا می باشند.